حالا دوستان رو میاریم بالا صحبت کنیم. دیشب کاخ سفید بیانیه داده و میگه که آره یه جوری داره القا میکنه که انگار مردم مشکلشون بحث هسته‌ای و بحث موشک سازی ایرانه، و میبینید که چجوری از این آب گلالود میخوان ماهی بگیرن. کسانی که میگفتن ایران سوریه نمیشه آیا الان خجالت میکشن؟ 72 ساعت از تظاهرات گذشته و فیلم های 48 ساعت اول اومده بالا و ما میبینیم ایران در مناطقی که تظاهرات گسترده شده در عرض 48 ساعت ایران به سمت سوریه شدن داره پیش میره. خب اونایی که میگفتید ایران سوریه نمیشه هنوز چی نشده داریم میبینیم. خیلی خب دوستان من بیارم بالا چشم، الان دونه دونه عزیزان میارم. آقای امین میارم. درود بر شما، بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ خوب هستید، قربتون برم، زنده باشید. واقعا نمیدونم الان بعد ابراز در حقیقت نگرانی بکنیم برای ایران. واقعا من دارم از راه دور توی این اینستا اینا این فیلم ها رو میبینم، واقعا فقط جناب آقای دانا یه حالتهایی دلم برای کشورمون میسوزه که ما چرا این اتفاقات داره میفته توی مملکتمون. الان داشتم من اتفاقا با خانومم صحبت میکردم، بهش میگم ما تو اروپا زندگی میکنیم، بعد بهش گفتم ببین تو فکر کردی مثلا تو این سه روز 60 میلیارد، فکر میکنم 60 میلیارد یه اولوش این درست میگی 60 میلیارد فقط اورژانس ایران زد. من حرفم هم همینه اتفاقا. پرانتز باستم من میگم که انقلابیون 57 اگر آتش اولا که غلط کردن همون 57 هم آتش میزنن، ولی اگر آتش میزنن سینما و مشروب فروشی های آتش میزنن که از نظر عقیدتی باش مشکل داشتن. من سخنم با انقلابیون امروز اینه، آیا شما با خدمات پزشکی مشکل داری؟ بالاخره این زخمی های شما، اصلا میگیم جمهوری اسلامی آدم کش، این زخمی های شما رو باید بیمارستان ببرن. شما چرا اورژانس رو دارید آتش میزنید؟ چرا آمبولانس رو دارید آتش میزنید؟ از دل این تخریب شما قرار سازندگی در بیاد یا سوریه سازی در بیاد؟ خیلی جهل و پشیمانی ازش حتما تراوش میشه به زودی. میدونید چه جناب آقای دانا، من یه بحثی دارم، یعنی واقعا من نمیخوام توهین کنم به ایرانیایی که خارج از کشور هستن، همه اونها به عنوان یک هموطن برای من قابل احترامن، ولی با زبان عامیانه بگم خیلی داغونن. این تنها جمله‌ای که من میتونم واقعا نه درست فری میگی، یعنی ببخشید داغون جلوشون چیز میندازه، لاگ میندازه، یعنی ببین زیر داغ اصلا پیش از نقدن اینا، یعنی ما الان دیگه نمیتونیم اینایی که تو خارج از کشور تبلیغات چی شدن مردم بریزن خیابون، اینا قابل آره. نقد نیستن. ما میگیم آقا ایران سوریه ما حرفمون اینه، جمهوری اسلامی بد است، اصلا بحثی نداریم. من زندان این حکومت بودم، خیلی از این آقایون یه چکم از این حکومت نخوردن، به واسطه همین زندان افرادی مثل منم اومدن تو خارج از کشور، اقامت دائمشون هم گرفتن. دقیقاً. به قول آقای خود فؤاد پاشایی مال حزب مشروطه میگفت امید، کلا در دوران جمهوری اسلامی 600 نفر رفتن زندان، 6 میلیون نفر به اسم اونها اومدن اینجا پناهندگی سیاسی گرفتن. یعنی ما همش هزینه رو میدیم، ما چه تو ایران باشیم، ما زندانی خارج از کشور هم باشیم، ما فوش خوریم چون ما درد وطن داریم. حرفم از این آقایون اینه که شما، ما میگیم ایران سوریه میشه، شما میگفتید نه امیدانا مزدوره، امیدانا من میگم در عرض 48 ساعت سوریه شده ایران. شده واقعا شده. کف خیابونای کرج رو دیدی؟ اصفهان رو دیدی؟ همون کرج و شیراز ما داریم سوریه شدن رو داریم میبینیم. و این 48 ساعته، ببین این اوج تخریب عملا تظاهراتی که رخ داده، تعداد افرادی که اومدن تو خیابون نسبت به جمعیت ایران میتونم بگم هیچی نیست و واقعا تظاهرات اونقدر تعدادی نبوده من داشتم، و با یک تعداد خیلی کمی ما الان سوریه شدن رو داریم میبینیم. وای به روزی که نه تظاهرات خیلی گسترده بشه، تعداد مردم بیشتری تو خیابون بیان و این طولانی بشه دیگه، ببینید چه اتفاقی. و من الان دیگه نمیدونم حرفم ها. چون سوریه هم بهتون بگم، سوریه هم برای 10 ماه سوریه شد، یعنی 10 ماه اینا تظاهرات کردن، بعد از 10 ماه وارد فاز تخریب شدن، ولی در ایران تو 48 ساعت اول تخریب کردن. امید جان، من امروز سر یکی از کلاس ها، من تو ایران مدرس دانشگاه بودم، حالا شاید از بعضی از بچه ها اگه تو ایران هستن کسانی که الان دارن ما رو میبینن، امیدوارم که ببینن. من اونجا بودم امروز سر یک کلاس تقریبا آموزشی بودیم، به من گفتن که فرانسوی زبان، من توی کشور فرانسوی زبان زندگی میکنم، به من گفتن که تو ایران شلوغ شده. گفتم آره مثل فرانسه. گفت که ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم. گفتم منم دارم در مورد فرانسه صحبت میکنم، همون اتفاقاتی که توی فرانسه افتاده
در مورد اسانس، در مورد بنزین تو ایران هم افتاده. ولی امید جان، من الان یه سری چیزا رو دیدم، کلیپا دیدم که مردم عادی رو دارن قتل عام میکنن توسط یه سری که نقاب زدن. بعد میخوام پیشبینی تو ببینم چیه به نظر شما. من که میگم جمع میشه به امید خدا ایران ما. نه این تظاهراتی که الان داره باز رخ میده نسبت به اون چیزی که دارن یعنی شما کلی بخواید نگاه کنی، نه این تظاهرات باز هم شوخیه. تعداد جمعیتی که اومدن ریختن تو کف خیابون واقعا نسبت به جمعیت، نسبت دارم میگم به جمعیت ایران، واقعا ناچیزه، ولی خیلی سازماندهی شده و حرفه‌ای تو خیابونن. این کتاب من بهتون قول میدم تا آخر هفته، یعنی آخر هفته چه تا حتی فردا پس فردا جمع شده، این تا 24 الی 48 ساعت دیگه این تظاهرات جمع میشه. پیشبینی شما اینه؟ آره، ولی چیز تاثیرات روانی سختش رو جامعه میذاره و در آینده احتمال تظاهرات خیلی بزرگتری از این، یعنی دنبال یک جرقه دیگه، یه اتفاق دیگه ای، خیلی این تظاهرات در آینده خطرساز خواهد بود. این که جمع خواهد شد، این که برای بنزین و اینا این قضیه جمع خواهد شد، ولی این گوشی رو دست همه ما داد. ما اگر میگیم، من فقط همین حرفم میگم، اگر میگیم ایران سوریه میشه، الان اینو دیگه من نمیگم، چون وقتی بله. که سوریه سوریه شد، 10 ماه مردم تو کف خیابون تظاهرات کردن، بعد از 10 ماه وارد فاز تخریب شدن. برای ما تو همین 48 الان فیلمایی که اومده بالا مال 48 ساعت اول، 25 و 26 آبانه، مال درسته. امروز که 27 باشه هنوز فیلم زیادی بالا، اصلا فیلمی بالا نیومده. ما قضاوتمون رو 48 ساعت اول تظاهراته که ما می‌بینیم تخریب گسترده. امید چه پتانسیل داشتن، چه پتانسیلی داشتن تونستن این همه تخریب کنن، برای من خیلی عجیبه، خیلی خیلی عجیبه، خیلی شوک شدم. بعد من داشتم رسانه های عربی رو دنبال میکردم، ببینید عربستان سعودی واقعا چهره های استخباراتی، چهره هایی که سیاسی هستن تو عربستان چقدر اینا خوشحالن، یا تو چهره هایی که مال اسرائیل هستن، شما رسانه های عبری عربی رو دنبال کنید چقدر اشعار، خیلی جالبه، اشعار نغزه نه لبنان، عربستان سعودی و اسرائیل چقدر خوشحالن. اینا هدفشو میگم در نهایت نابودی ایرانه. و این نابودی یعنی چی؟ نابودی الان همینی که تو عرض 48 ساعت 60 میلیارد به بخش اورژانس و خدمات پزشکی ضربه بخوره. 48 ساعت 60 میلیارد. آیا این تظاهرات ادامه دار باشه، این رقم خسارت چقدر بالا میره؟ امید چقدر تظاهرات بیشتر باشه، این رقم خسارت بالاتر میره. امید مردم ایران نمیدونن، مردم ایران واقعا نمیدونن. من دوستش دارم. نمیدونن. مردم ایران فکر میکنن اروپا یه 4 تا ساندویچ و یه 4 تا، در صورتی که اون ساختمان های بلند هم مانه هالیووده، مانه اروپا نیست، ما توی دخمه داریم زندگی میکنیم. صادقانه بگم من الان خودم به شخصه توی ساختمانی دارم زندگی میکنم مربوط به سال 1952، من خودم به شخصه. توی سوئد تا سال 2015 که این موج مهاجرت سوریه نیامده بودن، تا سال 2015 تمام خونه ها مال 30 سال پیش 40 سال پیش بود تو خود سوئد، یعنی از 2015 تازه دارن یک سری برج ها، برج که چرت کنم، مجتمع های 10 طبقه تازه میساز میسازن. در حال آقا دست درد نکنه، لطف کردین ولی زنده باشید، سلامت باشین، خوشحال شدم. درود بر شما، خوب هستی؟ خوش میگذره. درود بر رسانه رامینم از تورنتو. قربونت برم، زنده باشید، فدای شما بشم، زنده باشید. میگم اینجا نتیجه داشتن یه پادشاه یا حالا رهبر هر چیزی که میخوایم بذاریم دیده میشه. این مشکل عراق، مشکل لبنان اینه که رهبری واحد ندارن، ولی خوشبختانه این برای ما وجود داره و مطمئن باشین که رهبر اینو خیلی سریع و سریع جمعش میکنن، تو که جمعش کردن این همین 2-3 روزه و اینا نمیتونن با ما برخورد بکنن، اصلا یه همچی چیزی غیر ممکنه، من باورم نمیشون. یه سری حالا میان بالاخره اینا، شما مطمئن باشی ارگانایز کردن، پول دارن، کشور غربی قوی هن از این نظر مالی، اومدن یه سری کارا انجام دادن، مردم و بنده خدا که اومده زن اعتراض بکنن که حقشون هم بود بابت این جریان. خب ببین چجوری به هم زدن، یعنی حالا من اصلا نه حرف میده میگه حتی اون شورشیه 57 و اون همه چیزی که داشتن، عمق تخریبی که سینما آتش میزدن، ولی باور کنید در همون سال 57 هیچ گزارشی رو من تو پژوهشام که داشتم یا فیلمایی که از اون موقع تحقیق میکردم، یک گزارش نیست که یه آمبولانس تخریب کرده باشن، همون انقلابیون 50. ولی تو 48 ساعت واقعا 60 میلیارد ضربه زدن به اورژانس، یعنی آمبولانس اومده. آقا کسایی که تیر خوردن، اصلا آقا جمهوری اسلامی وحشی تیر زده به شماها،
اومده که زخمی های شما آقایون معترض جمع کنه. چرا این آمبولانس رو باید اصلا این اوج اصلا که جای دنیا ما نداری آمبولانس رو بزنن از بین ببرن. ولی یه صحبتی شما قبلا کرده بودی خیلی قبل خیلی قشنگ بود. من همیشه وقت صحبت میکنم یعنی میگم واقعا با انقلاب به هر صورتش آدم باید مخالفت کنه. آقایون خودشون یادشون رفته که زمان انقلاب چه بلایی آوردن، چقدر آتیش زدن، چه بلایی سر مردم آوردن. حالا همون شده بده، حالا همون شده بده، حالا همون کاری که الان خودشون دارن حکومت میکنن. بله دقیقاً. واسه اینه که انقلاب به هر نوعش آدم محکومه. همین شما فردا اگه رضا پهلوی و مریم رجوی هم اگر حالا فرض محال و اندیشه‌های انیمیشنی جمهوری اسلامی بره و اگه ما یه حکومت داشته باشیم، یعنی فقط مثلا بعد اینا بتونن یه حکومت داشته باشن، دوباره شانس سال 57 رو داشته باشیم جمع بشه، اینا فردا سر کار باشن، خب وضعیت اقتصادی اینا نمیذارن ما هیچ وقت پیشرفت کنیم. او و فرداش هم رضا پهلوی یا مریم رجوی هم سر کار باشن، تظاهرات بخواد بشه به خاطر مسئله اقتصادی، بدتر از جمهوری اسلامی سرکوب خواهند کرد. یعنی این اون واقعا همین اتفاقا بیه. یعنی همیشه مثل یک دور باطلیم، یعنی دور خودمون هی میچرخیم. قربونت بشم، خیلی خوشحال شدم. زنده باشید، همچنین زنده باشید. و به اسم کل نظام نوشته میشه و یه جوری تقریبا همه دست به دست هم دادن که ما به اینجا رسیدیم. یعنی اتفاق یک روزه نیست، این یه مسئله نیست که مثلا الان فقط بنزین فقط جرقه شو زد، ما یه راه خیلی طولانی اومدیم به اینجا رسیدیم. حالا هر کی نقش خودشو داشت، حکومت نقش خودشو داشته، دولت نقش خودشو داشته، آدم فروش و وطن فروش نقش خودشو داشتن، این دلغکایی که به اسم مخالف این طرف هستن نقش بزرگی داشتن. هیچ کس از این طرف واقعیت‌های این طرف رو نمیگه. یعنی من همین امروز من این طرف زندگی میکنم، کنون کشوری من هم پیش شما هم. من متا حالا یه روز سوئد هستید؟ کانادایی؟ من کانادا هم. من کانادا هم 15 سال کانادا هم و شاید بگم الان یک ساله که من شدیداً درگیر شدم با این مسئله. من تاریخ زیاد خوندم، من کارم فقط تاریخ خوندنه و حالا یه دفعه این طرف اومدی دوست دارم که ببینمت. ما سمت آنتاریو ایم. اوکی. ولی اگر اومدی حتما دوست دارم یه قرار بذاریم ببینیم همدیگر رو. من الان شاید بگم یک سال من با یک عده دوستام که داخل ایران بخش تحصیل کرده ایم هستن، من دارم درگیرم و براشون دارم توضیح میدم که آقا زندگی اینجا چه جوریه و هیچ کس باور نمیکنه. یعنی انقدر مردم واقعا توی این دروغا غلط زدن و یه عده ما تازه که اومده بودیم اینجا میرفتیم مدرسه، یکی از دوستان میگفت سر کلاس که بودیم یکی بچه ها گفتش که آره من پدرم دکتر ایران، اون یکی میگفت من نمیدونم بابام اینجوریه بابا اونجوریه، ما هم که خب قشر معمول بودیم. یکی از دوستان یه حرف خوبی زد، گفت مثلا اینایی که من میگن که من بابام دکتر ایران همونایی هن که از اینجا پیتزایی کار میکنن بعد اینجا میرن ایران و میگن که ما اونجا رئیس آی بی ام هستیم. انقدر یعنی خود مردم به خودشون خیانت کردن. اونی که اینجا داره زندگی میکنه هیچ وقت واقعیت همین مقدمه ام مقدمه ام که تمام این چیزایی که اتفاقات میبینه تا زمانی که انسان همین الانش البته بگم 7-8 نقطه دنیا الان تظاهراته، در شیلی، در بولوی، در خیلی جاها الان، در خود فرانسه الان اعتراضات خاموش نشده، حتی تو خود اسپانیا دوباره یک سری اتفاق افتاده، تو خود ایتالیا، ولی خب مثلا زیاد نمیذارن رسانه‌ای بشه، یعنی اعتراضات دار. ولی میخوام مشکل از خودمونه. من حرفم اینه، من کجا عوض شدم؟ من تا یه جایی خیلی 100% میگفتم جمهوری اسلامی باید بره، زندانش هم رفتم. ببین ته ته داستان بودم، یعنی من اصلا چیز بودم، من یک سوپر برانداز بودم، خیلی برانداز بودم. ولی وقتی اومدم خارج اینا بابا ایرانیایی که 30-40 سال در خارجن، آقا جمهوری اسلامی که دیگه بالا سرشون نیست، ایرانیای خارج چرا اینقدر ببخشید سر هم دیگه کلا میذارن، دزدن، خیانت میکنن، فلان و اینا باعث میشه. بعد دروغ دارم میگم. ببین هر چقدر شغلشون پایینتره توی اروپا و آمریکا و کانادا، تعریفشون از این کشورها بالاتره. شما هر چقدر این طرف موفق تره تو کشورهای اروپایی و آمریکا کانادا دیگه داره راستشو میگه، ولی خیلی از اینایی که دارن اینقدر تبلیغ زندگی در غربو میکنن، خیلی زندگی داغونی دارن، یعنی اینا رو خب ما میبینیم. من دقیقاً همینو میگم به دوستان، میگم من اگر هم دارم به تو راستشو میگم، من دلیل این نیست که من زندگیم بده، من دارم به تو راستشو میگم. من به عنوان یک بخشی از اونایی که اومدن و زحمت کشیدن، حالا
زندگیشون رو به یک جای رسوندن، من تازه از زندگیم راضیم، ولی من برام خیلی راحت تره که بیام مثلا اون دو روزی که حالا در ماه میرم یه جایی یه دوری بزنم یه اشغالی بکنم، فقط اون عکس‌ها رو بذارم بالا. بله. باری که لباس نوامو پوشیدم اون عکس رو بذارم بالا، جاهای تمیز که رفتم فقط اون عکس ها رو، بعد به تو هم خالی ببندم که ای بابا خاک به سرتون، با اون مملکتتون بیان ببینیم ما چه اشغالی میکنیم اینجا. ولی من اگر که واقعا یه ایرانی باشم به تو میگم عزیز من اینجا یک جاهای خوبی هم داره، ولی برای اینکه به اون خوبی برسی تو باید این کارا رو بکنی، به جای اینکه من بیام به تو بگم که ولش کن. حالا نصف آخه یه موضوع مسئله بدبختی دیگه ای هم که داریم، نصف همینایی که الان شاکن نصفشون تو کارهای خودشون هم دزدی میکنن، یعنی از ساختمون ساز، دقیقاً از فروشنده، از سازنده. من دیدم دست اول که میگم طرف از ساختمون سازی که دیگه ساده ترین مسئله است میدوزه، رانل تاکسی یه جوری، حالا هر کی هر چقدر دستش میرسه. اونه یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی مخالفینش رو جدی نمیگیره یا مردم رو مثلا جدی نمیگیره همین هست. یعنی اگر ما مثلا مخالفین درستی در برابر جمهوری اسلامی داشتیم، مطمئنن میل به درست شدن یا بهتر شدن هم در جمهوری اسلامی دیده میشه. ولی وقتی که میبینه آقا مردم و مخالفینش ببین یه مش مزخرفات دارن میگن، مثلا اینکه آقا چرا ما باید توی لبنان و سوریه باشیم، هی مثلا اینو تکرار میکنن. بعد جمهوری اسلامی مثلا خود چند تایی میاد میگه آقا برای اینه، برای اینه دلایل، هی ما میگیم بقیه تکرار چنندیاروی. الان مثلا بعضیا الان مثلا اگه ببینید در همینجا که ما صحبت میکنیم کامنت های چنند میزنن در مورد من دیگه توجه نمیکنم، ولی 6 سال پیش توجه میکردم. خب 6 سال پیش گفتم شاید براش سواله این حرفای مزخرفاتی که مطرح میکردن، خب میومدم پاسخ میدادم. بعد دیدم نه، اینا دوست دارن مزخرفات تولید کنن، هی هجویات تولید کنن، دیگه ایگنورشون میکنم، دیگه جواب نمیدم. جمهوری اسلامی هم همین شده. یعنی این که میگن چرا صدای مردم رو نمیشنوید، چون از دل مردم و از دل مخالفین صدا و پژواک درستی در نمیاد، دارن یک مش مزخرف میگن و وقتی هم که بهشون فضا داده میشه، یعنی فضا رو حتی خودشون میتونن بگیرن، شما میبینید به آمبولانس رحم نمیکنن. 60 میلیارد تو 48 ساعت شما چجوری تونستی به خدمات پزشکی ضربه بزنی، خسارت وارد کنی؟ این اصلا قابل قبول نیست. دقیقاً مسئله اینه که ببین، یکی از معلمامون فکر میکنم یه دفعه میگفتش که یکی هی دعا میکرد که امام زمان بیا یه باغبونی، بعد امام زمان دید یارو خیلی دعا میکنه، گفت بابا ما بیایم ببینیم چی میخواد. اومد و طرف انقدر هول شده بود یا اصلا نمیدونست برای چی میگه امام زمان بیا، گفتش که حالا چیکار کنم این بیل ما طلا بشه. فقط اون بیلش طلا شد. الان ملت اومدن که آقا ما میخوایم حکومت بره، به هر کی هم میگی میگن اینا برن، هر کی بیاد این بهتره. میگم آقا جان دوره احمدی نژاد هم یه عده خر مثل شما بل نسبت، هی میگفتن ما چقدر بدبختیم، هر کی بیاد از احمدی نژاد بهتره. دیدی بدتر شد، آفرین، دیدی بدتر شد. الان بیا اینو مقایسه کن با دوره احمدی نژاد. اگر تو واقعا فکر میکنی که اینقدر تو بدبختی که از این بدتر نمیشه، بیا برو سوریه رو نگاه کن. ولی به محض اینکه میگی سوریه، آقا شما چرا همه چی رو با سوریه مقایسه میکنی؟ خب الاغ برو اونی که دیگه، وقتی خود امریکایی‌ها دارن میگن آقا ما از سال 2007 برنامه داشتیم که یه 7 تا کشور رو بگیریم، این فکر کنم رمزی کلارکه که میگه دیگه توی یه دونه، دقیقاً بله، که آقا ما 7 تا کشور رو می‌خوایم بگیریم، میرسیم به ایران، آخرش میرسیم به ایران. آقا من نمیگم که، خامنه‌ای هم که نمیگه، اطلاعاتم که نمیگه، شعورم که نداری بیای بری 4 تا رسانه ببینی تحلیل کنی، نشستی عکس اینستاگرام نگاه می‌کنی آفرین، یا تحلیل های مزخرف مثلا جوانمردی و اون یکی بیشعور که کم هم نیستن که، بعد نه تعداد زیاده. بعد اینا هم که کار دیگه که بلد نیستن که، طرف نمیاد اینجا بیل بزن نون در بیاره که، مجبوره بیاد پاچه خاری کنه، مجبوره بیاد وطن فروشی کنه. اینجا هم به تو یا پول میدن یه هنری داشته باشی یا پاچه خار باشی دیگه. توی اون آقای اون، حالا هر کدوم اسمم ببری معروف میشن، تویی که هیچ کار دیگه ای بلد نیستی، خب بگو اینجا چه سودی داری برای دولت امریکا که تو رو زیر دست و پای خودشون نگه داشتن. توی مسیح علی نژاد اگر راست میگی، بیا به مردم دموکراسی یاد بده. چرا هیچ کدوم از این پوفیوزاسیون ها که اسم خودشون گذاشتن اپوزیسیون، نمیان به مردم یک چیز خوب یاد بدن؟ آقا بیا شما به عنوان کسی که دلت برای کشورت میسوزه که نمیسوزه چون دروغ میگی،
بیا الفبای دموکراسی که اصلا دموکراسی خودش یه دروغ بزرگتریه بیا یاد بده. چرا تو مردم الان در مورد همین که دارید میگی من اطلاع دقیق دارم در مورد همین آقایی که تو سوئد دستگیر کردن، دعوای خانوادگیه، یعنی اطلاع دقیق دارم و احتمالاً حالا با یکی دو تا از خانواده‌شون بیارمش و دادیشون کنم مصاحبه کنن. دعوای خانوادگیه. حمید نوری داستانش خیلی جالبه. یعنی دموکراسی سوئد داشته باشید خیلی جالب، حالا کشور خودم هم کشور دوم منه، خیلی جالبه. طرفو گرفتن گفتن چه همین الان هیچ اتهامی اینا گفتن تو 4 هفته بعد تو بازداشت باشی تا اینایی که ازت میخوان یه دونه مثلا بهت شک دارن اتهام اینا برن مدرک جور کنن، ولی تو 4 هفته دست پا بسته باشه اینا برن علیه مدرک جور کنن. دموکراسی اول یقتو میگیره، تو رو میندازه زندان، بعد میگه حالا خودتو ثابت کن. یعنی همه پس در دموکراسی دزدن، همه دزدن در دموکراسی مگر اینکه خلافشو بتونن ثابت کنن. ولی ما تو فرهنگمون حداقل در جمهوری اسلامی میگه که نه آقا جان هیچ کی دز نیست مگر اینکه خلافش ثابت شه. ولی در دموکراسی اول شما رو زندان میندازن. دعوام دعوای خانوادگیه، یعنی یارو تشابه اسمی داره، شرکت کار کرده، دعوای خانوادگیه که اصلا کسی که اینا حالا ایرج مستاقی میگه ما گرفتیم اینا دروغ میگن، یک آقایی است که اتفاقا مال حزب کموله است، یک دعوایی داشته با یه خانومی که زنش بوده، سر حضانت بچه شکست برده، بعد به این حمید نوری که دوست خانوادگیشون بوده گفته بیا که مثلا اینو تو بین ما میانجی باش، و خود همین آقای کمولهیه میدونسته این تشابه اسمی داره و سالها با این حمید نوری دوست بوده، چندین بار این آقا اومده سوئد تو خونه همین آقایی که مال حزب کموله است نشسته پا شده، اینو آورده چون میخواد حال اون خانومه رو بگیره، چون این آقای همین نوری مال خانواده اون خانومه، به این خانومه گفته حالا که من شکست خوردم تو حضانت بچه این فامیلتون رو گرفتار میکنم. بعد این بلند شده رفته به ایرج مستاقی اون کاوه موسوی گفته، بعد این بیشرف ها میان تو بی بی سی میگن ما عملیات پیچیده کردیم، حالا من دستشون رو خواهم کرد، یعنی تو این حوزه و اینا بگم این دروغی کردنم گفتم بعدا بر هزینه سنگینه. ولی این ماهیت دموکراسیه، طرفو میگیرن بعد میگن حالا بیا بیگناهی تو ثابت کن. بیشرف هایی که صحبت از عدالت و برابری میکنن این طرف و خورده میگیرن به حکومت هایی مثل مثلا جمهوری اسلامی، دستشون به زور نرسیده. هر کس دستش به زور رسید و زور نگفت شرط دیگه. توی که هیچ عددی نیستی، ته معلوم نیست، تارغوز آباد نشستی و دم از عدالت میزنی، تو فقط دم از عدالت میزنی چون شمشیر دستت نیست. ولی تو هم که الان آجر دستت توی کوچه میتونی بزنی، خب نزن به ماشین مردم. آقا تو چیکار داری؟ تو تویی که دم از نمیدونم ظلم حکومت میزنی، خودت به عنوان یه بیشوری الان وسط خیابون داری به مردم ظلم میکنی. تویی که پول گرفتی، خیلی هاشون اینا پول گرفتن، وگرنه تو چرا باید بری تو خیابون این ریسکو به جون بخری که بری کتک رو بخوری بعد 4 تا شیشه بشکنی یا مغازه آتیش بزنی؟ شما بیا برو پشت انقلابای رنگی رو نگاه کن. این دلغه که چه از کنم، یعنی اگر شیطان صورت میداش یا شبیه هنری کسینجر میشد یا شبیه جورج سوروس میشد. شما بیا برو کاری که جورج سوروس میکنه، به دو طرف دعوا پول میده. اصلا جورج سوروس کاری نداره. ببین اینا توی سیاست کلی میگن یک داستانی هست order out of chaos، یعنی یه بلبشوی گنده ای را بندازی بعد از توی اون تو میتونی حکومت بکنی. توی این دعوایی که راه میفته کی زورش میرسه آخر؟ اونه که حکومت میکنه. حالا مردم فکر کنن ما این حکومت رو از انقلاب اسلامی میگیریم، میگیری چی کار میکنی؟ من میگم نقطه صفر به بعد چی؟ مثلا تا نقطه صفر اینه که جمهوری اسلامی رو برانداز کردی، بعد میشه نقطه صفر. از صفر به بعد خودتی دیگه، بعد میخوای چی کار کنی؟ یعنی همین الان شما 48 ساعت تونستید دم و تشکیلاتتون کو؟ آقا همین الان دولت رو میخوایم بدیم به شما، مملکت دست شما، الان چی کار میخوای بکنی از فردا صبح؟ هیچی نمیدونم. همین الان مریم رجوی ادعای رهبری داره، رضا پهلوی ادعای رهبری داره، شریعت مداری دعوتش کرده او ادعای رهبری داره. یعنی من میخوام ببینم اینا چه جوری کنار همدیگه میخوام بشینن. شما بیا ازشون 4 تا سوال بپرس، 4 تا سوال در مورد حکومت داری. از اون رضاشون، رضا که اصلا فقط باید بره به قول شما همون دنبال عکاسی شو، برو. اون که آدم باهوشیه، اعتماد تو بین همه اینا رضا آدم بسیار باهوش و منطقیه. اون تمام این کارهایی که داره میکنه بودجهشو میگیره. اون وقتی که بحث جدی بشه، اگه یک زمانی فرض نهال این حکومت سقوط کنه اینا و بهش بگن آقای رضا حالا برو ایران حکومت کن، میگه ببخشید من تا اینجاشو میخواستم بیام. یعنی ولی اون یکی ها نه، اون یکی ها مثل مریم و اینا واقعا میخوام بیان بگیرن. ولی بحث اینه که ببینید تو خندم میگیره، مثلا یه پیرمردی مثل این یارو شریعت مداری
40 50 تا پیر و پاتال دیگه مثل خودشو جمع کرده، بعد میگن ما آلترناتیویم. یعنی آدم میخواد زمین دهن وا کنه آدمو قورت بده. البته یه چیزی رو بگم ببین، یه پروژه هایی دارن امریکایی ها، یه پروژه داشتن که سال 1960 متوقف شد، مایند کنترل. یعنی اینا انقدر روی ذهن یک نفر کار میکنن، اون به ذهن طرف غالب میشه. این الان منافقین یا مریم رجوی که هنوز توی توهم من یه روز حکومت میکنم، واقعا تو اون توهمه. بعضی از اینا نمایش بازی میکنن مثل جوانمردی، حالا جوانمردی یا اون یکی عباس، اینا توهم دارن زجرآور. اینا از لحاظ ذهنی روی ذهنشون انقدر کار شده، این طرف واقعا تو اون توهمه که من یه روزی میرم حکومت میکنم. برای فکر میکنن خیلی آدمای مهمی هن. یعنی میدونی این فضای مجازی یه چیز خیلی بدی که به آدم میده، چون خود من تو این فضای مجازی خب مخاطب زیادی دارم، خیلی در موردم خب صحبت میشه اینا، یه دفعه هم به آدم مشتبه میکنه که آقا چون حالا 2-3 هزار نفر دارن نگات میکنن، در مورد صحبت میکنن، بعد این امرش مشتبه میشه، فکر میکنه خبریه. یعنی من اینا خیلی گندم. آره اینجوری فکر میکنن، چون خب خودم تو این فضا دارم میبینم هستم، یعنی جزء این داستانی هم که خب بالاخره مورد توجه هم دیده میشم. بعد آدم تو خلوتش هم بهش مشتبه میشه، خب حالا من 2-3 هزار نفر نگاه کنم، برم یه حکومت هم عوض کنم. دیگه اینا نمیدونم اگر به این سادگی بود ترامپ الان کله پا نه. یعنی الان ترامپ واقعا با اون همه دیگه، از ترامپ که تو گنده تر نمیخوای بشی که دیگه. بله. اگر به این سادگی بود حکومت کردن، خب الان حکومت کرده بود دیگه. تازه ترامپ به خاطر معروفیتش اینا نیست واسه تونسته خودشو حفظ کنه، به خاطر اون همه پولیه که پشتشه و تمام سیکوریتی هایی که گرفت همه رو خصوصی گرفت. یعنی از طریق اون داستان ریاست جمهوری که مثلا هر کی رئیس جمهور آمریکا باشه، دولت به صورت اتوماتیک بهش مثلا سیکوریتی میده، چون این اطمینان نداشت و اینا، همه اینا رو خودش گرفته. یعنی تماما، چون خیلی ببین سوپر میلیونر بوده، انقدر پول داره، تازه تونسته، تازه الان میبینه هر روز بحران داره، تازه دارن استیضاحش میکنن، هر روز درگیره، نتونسته درست حسابی حکومتش رو. ولی اینا توهم دارن دیگه. به هر حال آقا دستتون درد نکنه، زنده باشید، روزت بخیر، زنده باشید، ممنون، فدای شما، بدرود. دوستان دیگه خواهشن کوتاه کوتاه میارم بالا که بتونیم تعداد بالایی رو بیاریم. شما اونجا شب بخیر. درود بر شما، زنده باشید. از کجا تماس میگیرید؟ من آلمانم اونجا. بله درود بر شما. یه قیبت رو کرده بودم، میخواست سلام حلالیت به طرفدارم ازت. من یه موقع فهم کرد تو مواد کلاگیسه. ولی بعد دیدم نه، ماشاءالله من که خودم کچرم، ولی ماشاءالله چه موی داری امید. من تازه توشو خالی کردم، خیلی خالی کردم. بعد امید جان، من نمیدونم تحلیل های تو رو من وقتی گوش میکنم خیلی نزدیکتر از نظر منی که سیاسی نیستم به واقعیت، ولی تو چرا اینقدر دشمن دور و برت داری؟ این کسایی که تو رو میخوان تخریب بکنن، چرت و پرتایی که میگن، یه دوتا آدم پلش تو آلمان هستن دارن چیزی میکنن. من واقعا موندم. نام گرامیتون چیه؟ نام گرامیتون؟ من پاشا هستم داداش. شما برید زندگی فریدون فرخزاد رو بخونید. ببینید فرخزاد الان برای همین جماعت فرخزاد زمانی که زندگی میکرده، برید بخونید. ببینید انقدر اینا ببینید مثلا توهین جنسی که بهش میکردن بدیشه به فرخزاد. یعنی الان توهین جنسی که به من میکنن، منو یاد قشنگ فرخزاد میندازه. و تا زمانی که زنده بود فرخزاد همین بلا، و اتفاقا همین برخوردا رو به گونه‌های مختلف با صادق هدایت میکنه. من نمیخوام خودم با این بزرگان مقایسه کنم، ببین من یک دهم راه اونا دارم میرم این اتفاقا، ولی خب من تو همون مسیر دارم حرکت میکنم. یعنی کاری با اینا کردم که صادق هدایت کارش به خودکشی رسید و فریدون فرخزاد طبق گفته تمام خود این حضرات 3 سال آخر قطع ارتباط بوده با تمام این جریانات اپوزیسیون خارج از کشور. بله ولی خب در کل میگم دشمن زیاد داره. بخاطر اینکه حرف راست داری میزنیم. ببین مثلا من گفتم آقا اگر بخواد این تظاهراتا بخواد ببین، من بخاطر اینکه زندان رفتم 5 دوره، من ایران زندان رفتم 5 دوره، و نکته ای که وجود داره، خب اولا این آقایون ببخشید به خدا سر دوست دختر دوست پسرم اگه گشت ارشاد یه دونه میزد تو گوششون دیگه دختربازی هم نمیکردن تا این حد، ولی من 5 دوره به خاطر کار سیاسی زندان رفتم. ببین بعد اومدم خارج، دو حالت داره، یا واقعا اینقدر اون روایت های سطحی که اینا مطرح میکنن، مثلا بعد از این همه زندان اینا من اومدم خارج، بعد جمهوری اسلامی گفته ای امید بیا حالا ما بهت یه پولی بدیم از ما دفاع کن. بعد من گفتم باشه باشه، حالا که اینقدر شما من انداختی زندان، این پول بده من ازت دفاع کنم. یک این یه روایت خیلی کودکانه ای که اینا میگن، یا اینکه نه واقعا ببین دغدغه ایران داریم، ما درد وطن داریم.
من رفتم زندان، یه دفعه دیدم خود زندانیان سیاسی ایران ستیزتر از بازجوی وزارت اطلاعات هست. بازجوی وزارت اطلاعات من یک بار به شاهنشاه کوروش توهین نکرد، ولی من در بند 350 وین از عموم زندانیان اصلاح طلب، مجاهد، چپ کمونیستی، مارکسیستی یا زندانیانی که خب حالا وابسته بودن به جریان اون موقع القاعده، توهینا رو میدیدم به کوروش بزرگ. یعنی خب مثلا ما فکر میکردیم هر کی، مثلا اون موقع فکر میکردیم هر کی مخالف جمهوری اسلامیه این مثلا ایران پرسته دیگه. بعد رفتیم دیدیم نه بابا، صدر احمد به بازجوی وزارت اطلاعات، اینا اصل ایران ستیزن. امید جا من معتقدم اصلا مبارز تو فضای مجازی نداریم ما. مبارز کف خیابونه. کسی که ادعا میکنه مبارز براندازه، آقا شما تو پشت تو تریبون چی میخوای؟ پاشو بلیت بگیر مثل یه سری که رفتن ایران، حالا به هر دلیلی که رفتن، پاشو برو اونجا خودتو نشون بده. اینکه من تو اروپا 15 سال تو آلمان زندگی میکنم، زندگی میجاز پاسپورت این کشور دارم، بیام بگم آقا من مبارزم، من براندازم، من ببخشید گو میخورم چه حرف بزنم. اگه وجود داشته باشم میرم همسو میشم با کسی که کف خیابونه ایرانم. ولی خب تو حرف داتا بحثه، اینا که من از خارج از کشور، خدا شاهد حتی اگه مثلا جمهوری اسلامی بره هیچ اتفاقی هم نیفته، همین چی هم گل و بل بل باشه، زندگیاشونو نمیتونن بفروشن برن ایران زندگی کنن. ولی بحث اینه اصلا برن ایران، خب برن تو خیابون، بعدش چی میخواد بشه؟ آخه ببین اینکه فقط مثلا الان مثلا میمونه، مثلا یه خونه کلنگی به من و شما دادن، من و شما مثلا برادری میخوایم خونه کلنگی خانه پدری خودمون رو خراب کنیم، قبل از اینکه ببخشید کلنگ اولو بزنیم فکر ساختنشو کردیم، مصالح گرفتیم، فکر این کردیم مثلا چی میخوایم بسازیم، بعد میزنیم کلنگ رو انجام میزنیم خونه کلنگی رو خراب میکنیم دیگه. من بحثم اینه، اینا آیا فکر اینه کردن این حکومت بره چی میخواد بیاد؟ هر چی بیاد بدتر میشه، من تجربه ثابت کرده بد رفته بدتر اومده. ای کاش که بدتر بیاد، من اینو بارها گفتم، ای کاش که جمهوری اسلامی بره این حکومت بد بیاد. ببین خیابون به خیابون یه حکومت بد میاد، یعنی ما ای کاش که فقط یه مریم رجوی بیاد، یه رضا پهلوی بیاد. ببین صدها مریم رجوی و رضا پهلوی تو نقاط مختلف ایران جزیره قدرت درست میکنن. به هر روی آقا دست درد نکنه، امید بالا، زنده باشی. به حرفای این به قول دوستان انقلاب خس و خاشاک توجه نکن، یه بابایی هستش تو آلمان انقدر سرنوشت چیزش باحال سیاسیش، این 313 رو چسبیده به ولایت بود، تعویضش نگرفتن، طلب پول کرد از جمهوری اسلامی واسه آدم فروختن که تو آلمانه که میشناسیش، اسم نمیاریم. بعد اومد رفت سمت مجاهدین، تعویضش نگرفتن، حالا شده سلطنت طلب. بابا تو چقدر یعنی آفتاب پرست در پیش تو لنگ میندازه، سه انقدر تو رنگ عوض میکنه. با از موقعی که ما میشناختیم همین چهره بوده، همین جوری اومده جلو. هر کار امیدوارم که یه روزی مردم ایران آزادی ببینن، لمس بکنن، مثل رفاه اجتماعی، مثل اروپا، مثل آمریکا، مثل کشوری که آزادن داشته باشن. به امید اون دستتون درد نکنه، لط کردین اینو حتما میخوام یه جوریش کار بکنین که بدونن، چون بچه‌ها آقازاده‌ها اینجا زیادن دیگه، خب و اونها دارن تو آمریکا و مطمئنا تو کانادا هم هستش. خب خیلی مهمه این داستان، به این نبیش از صدای تو رو بشنم، یعنی صدای من از این طریق بشنم، این خیلی مهمه، چون اونها دارن به مادر پدرشون تو ایران، چون تو مجموعه دولت هستن، فشار میارن که این FTA چیزو، اون چیزی بودی که FTA هستش، FATF رو چیز بکنن. خب خیلی جالب، وقتی من حساب باز کردم، خب اولین بار بود دقت کردم، چون اولین بار که حساب باز کردم اون اول بود که میکنم زیاد دقت نمی کردم، زبانم اونقدر خوب نبود، دقت کم خوندم، دقیقا ازم چیزی امضا گرفت خب که من اگر سرمایه‌ای داشته باشم خارج از امریکا، یعنی در واقع معمولا میشه ایران دیگه، حالا میتونم جای دیگه هم باشم، خب اونها اگه پیگیری کنم ما باید تکسش رو بدم، خب چون سیستم بانکی ایران وصل نیستش و این آقازاده‌ها عمدتا سرمایه دارن تو ایران. خب حالا این به قول معروف چوب دو سر طلاست، به اینا میگن که اینا امضا بکنن، سپاهی‌ها رو به قول معروف چیز بکنن، سفتش بکنن، یه جورای جلوشون بگیرن، و در واقع این هر دو طرفو میگیره و سرمایه اینا تو ایران شناسایی میشه و اینا باید بابت اون تکس بدن، بابت سودی که دارن میگیرن. یعنی این چیز خیلی جالبیه که این تو امریکا تو اینا امضا میکنی به اون چیز. اینو اگر حالا صدای من اگه بشنم یکی از این آقازاده برن دوباره حساب باز بکنن و ببینن شما اینا امضا میکنی، این یه مطلب. و اینا که داستانی که دارن فشار میارن که میخوان این امین FTA، ای مای گاد یادم رفت، FATF
FATF رو امضا بکنم. ببین مطلب اینه که الان تمام کسایی که دلشون برای ایران میسوزه، یعنی نمیخواد ایران سوریه بشه، برین توی پیجای سلیبریتی ها، خب همین فقط اورژانس آتش زدن ها و مکانهای عمومی آتش زدن ها بهشون نشون بدیم، بگید آقای شما با این مخالفین یا با این موافقین، حداقل بنزه همین بین اعتراض بکنید. اگه فقط موافق نیستی، اگه موافقی که فی سبیل الله بزن انجام بده، اگه مخالفن بیان بگید آقا آتش نزنید، مکان عمومی آتش نزنید، اورژانس اینا آتش نزنید، چون مردم رو دارن جابجا میکنن، مردم ربطی به حکومت نداره. گروه بابا آخونده ها الان تو خود همون کالیفرنیا آمبولانس این آتش بزنن چیکار میکنن تو همون کالیفرنیا؟ شما اگه یه دونه سایدواک رو خراب بکنی، همسایه بهت میاد میگه که تو این کار برای چی داری میکنی. وقتی باش دیپ صحبت اصلا چه زیر بزه بگم، اینطوری بزه بگم، ما یک از دوستامون خونش رو شیب بود و عرضم به حضور خونش یکم دمج پیدا کرده بود، میخواست بده شهرداری سور بکنه، شکایت بکنه که پول بگیره. خب من با یکی چی که صحبت میکردم شاکی شد، گفت چه این کارو میکنه؟ گفتم خب چرا این اگه حقشو بگیره؟ گفت اولا که اصلا نمیتونه شهرداری شکایت بکنه پولشو بگیره. گفتم خب مشکل چی نمیگیره؟ گفت نه، شهرداری وکیل استخدام میکنه، از تکس ما، از مالیات ما باید بده بابت اون کیس. یعنی میخوام بگم در یه چیز خیلی کوچیک، آمبولانس که هیچی. یعنی میخوام بگم بسیار ساده، این هم فهم عمومی که برای مردم روش کار کنم، بهشون توضیح بدن. اصلا رفیق آخوندم میام، بازم گروه بابای آخوندم، من که تو امریکا هستم میکرد دلیلش همین چیزاست که اومدم اینجا. ولی بحث ایرانه، بحث چیزای ارزم به حضورت این اماکن عمومی اینا رو مردم پولشو میدن، اینا اورژانس و این آمبولانس اصلا مگه میشه؟ بعدم سوریا درست شدنش مگه کاری داره؟ کاری نداره که آتیش میزنه. 48 ساعت که سوریه سازی شده، یعنی تو همین 48 ساعت اول چون ما درست میگیم ایران سوریه میشه. دقیقاً. و اینا دوستان هر کی که صدای منو میشنوه بریم فقط تو پیج سلبریتی ها براشون عکس ها رو بفرستین، آقا فقط شما با این موافقی مخالفی، گروه بابای خامنه ای ولی با این موافقی موافق مخالفی، اصلا راجب خامنه ای و روحانی اینا صحبت نمی‌کنی. و بعدم اینه که آقا شما گفتین تا 1400 با روحانی، کجاین شما؟ چرا حمایت نمی‌کنن روحانی؟ کجان همه اینا تو امریکا و این بامبر جا باز کردن و من پولم دارن دیگه. سرق سرق آقای خاتمی، تو دولت خاتمی یه قانون تصویب شده که سلبریتی ها مالیات نمیدن به دلیل کار فرهنگی. اینو اگه به دربیر هست هم چیزی، به خاطر همین هم خیلی پشت مرده دوم خورداری هن، چون برشون میمازه. بقول آقا همین فرخ نجات $10,000 باید بیاره دیگه. حالا ببینم بچهش هم اینجا بود، بچهش هم جایی که بودش چیز شده بود، تیر اندازی شده تو همون مدرسه هم بودی ظاهرا. خب گفت من بچه‌مو آوردم بیرون که در چی میشه امنیت باشه، چون ایران چیز میشه. حالا ببینم چه جوری بچه‌شو کجا میبره. این $10,000 از من نظر مردم میذاش که من گرین کارت دارم ولی هنوز ایرانم. ولی هیچ کی نمیگه آقا تو امریکا بودی بعد میافتی 7-11 کار میکردی اون $11 در میاری، نه که بتون $10,000 بیاری. اینجا دکترش $10,000 در میاره. و اینا هم چند تا چیز می‌خواستم بگم. اینا جدا برید تو پیج سلبریتی‌ها ببین بپرسنشون آقا موافق و مخالف چی هست، نظرتون بدین، حداقل بفهمید. فردا هم بگین که آقا مثل داریوش بگین که نه ما هم مخالفیم. تو آهنگ گل گندم خودی برای شاه، تو مخالفت شاه آهنگ گل گندم بودی. چجوری حالا الان تو مجموعه سلطنت طلباس داریوش؟ یعنی حداقل جای فرار براشون نذارید. بریم بگین آقا این شما الان موافق و مخالف، اینو من اینو تقاضا دارم. و اون مطلب بانکی هم بلن اگه کسی صدای منو میشنوه، کسی که تو امریکا هستن بلن یه حساب باز کنن و میبینن که اینا امضا میکنن، و کسی که تو ایران سرمایه دارن باید تکسشو بدن. اینقدر به پدر مادرتون فشار نیارین که امضا بکنید. خب مورد بعدی یه مورد دیگه هم بشی. یکی اینو گفتم میگم سلبریتی ها یکم به این چیز نمیخواد. الان این برنامه مردم شلوغن، آهنگ بذارین. ها برید تو پیجایی که میبینین که دارن فیکن. خب من این کارو میکنم، ببین تو فیکه که میبینیم فیکن تو اینستاگرام، کسی که تو امریکا هستن تو اروپا یعنی خارج از ایران هستن الان اینترنتشون خوبه، بریم ببینیم وقتی دارن همش دارن تنش و فشار و دارن همش دارن اعصاب خورد کردن، ببین تو پیجشون ببینین ریپورت بدین. دو تا ریپورت داریم، ریپورت به پیج میدین، ریپورت به اون پست میدین. اول به پیج بدین بگین که ریپورت به اکانت که میگین که این دارن وایلیشن انجام میدن یا هیت دارن صحبت میکنن، یعنی چیزا سخن نفرت انگیز. این دوتا میتونه بهشون فشار بیاره، تعداد زیاد بشه پیجو میبندن. دو بگین رو پوستر ریپورت بدین، اینا رو ببندین تا جایی که میتونین. من خودم کارو میکنم، الان من دستشویی میشینم هر جا میرم میکنم سر انجام میدم. تنها کاری که میتونم تو امریکا بکنم نذارم اخبار منفی بره، این اینم جمع میشه. به خاطر اینکه من شنیدم سپاه ظاهرا اینترنتو بسته، چون اوج این چیزا آره سپاه اینترنت کاملا بسته است. بله اینترنت کاملا بسته است. من فکر نمیکنم به یه هفته هم بکشه، چون اصلش این پتانسیلی که باز شده رو من فکر میکنم اینا نمیدونم به من گفتن که خامنه ای هم ظاهرا موافقت کرده یا یه چیزی بوده قبلا امضا کرده که مثلا
لازم الاجراست، طبق اون فصل بردن جلو این داستانم. و چیزی که هستش خیلی از این آتش سوزی اینا من فکر می‌کنم کار مجاهدین و کسایی هستن که داخل دارن در قالب مردم میزنن و مردم احساسی و عصبی متوجه این داستان نمیشن. مثالش هم شروعش 57 دیگه. من دوستان دیگر هم با اجازهتون دیگه خیلی دیر شده و باید این دو سه تا صحبتی هم که کردیم بزنم تو یوتیوب. به هر حال عزیزان من یک کوتاه صحبت کنم این لایو رو ببندم، ولی تلاش میکنم تو این روزای بحرانی فردام دوباره بیام. تو این چند روز تلاش میکنم برنامه زنده چیز خودم رو نداشته باشم، لایو بیام، شما رو بیارم بالا. از فردا بیشتر این کار رو خواهم کرد. نکته ای که وجود داره اینه که ما اینو باز تکرار میکنم، اونایی که میگن ایران سوریه نمیشه، من تا به امروز میگفتم وقتی که بخواد این اتفاقات بیفته ایران به سمت سوریه شدن میره، ولی امروز اینو نمیگم، واقعا بدتر از سوریه خواهیم شد. ما زمانی که سوریه اون چیزی که شده امروز دارید میبینید، شهرش از بین رفته، بعد از 10 ماه اولین جرقه ها، یعنی 10 ماه معترضین تو خیابون بودن، بعد از 10 ماهی که در خیابان ها بودن جرقه تخریب آغاز شد در سوریه که ساختمون آتیش بزنن از بین ببرن و اون اتفاقاتی که دیدید. ولی ما امروز در 48 ساعت اولم در سوریه تعداد گسترده از مردم سوریه کف خیابون بودن که بعد اون بحث سوریه سازی اتفاق افتاد. ولی ما امروز در 48 ساعت اول تعداد بسیار کمی نسبت به جمعیت ایران ریختن تو خیابون. نهایتا تظاهرات ها در هر خیابونی یا در هر جایی بالای 1000 تن حتی نبوده. نهایتا بخوایم بگیم حالا ما بخوایم دوبله هم بکنیم 2000 نفر تو خیابون های مختلف اومدن، ولی سطح تخریبی که شما در 48 ساعت اول دارید میبینید بسیار بالا بوده، در حالی که در سوریه با یک جمعیتی بسیار زیاد بعد از 10 ماه تخریب آغاز شد، ولی ما با یک جمعیتی بسیار کم در 48 ساعت اول فقط بخش خدمات پزشکی، اورژانس، بحث آمبولانس، بخش خدمات پزشکی و حتی در بخشای دیگه که مثلا بخش مثلا آتش نشانی هست، آقا گرفتن آتش نشانا رو کتک زدن. اصلا خیلی حرفا، آتش نشانو کتک زدن. چرا تو اومدی این ساختمونی که آتش گرفته رو میخوای خاموش کنی؟ آتش نشانو کتک زدن، ماشینای آتش نشانی رو دارن آتش میزنن، آمبولانسا رو آتش. 60 میلیارد تومان فقط تا الان به بخش خدمات پزشکی اومدن آسیب زدن و این نشان از این میده که ما با یک، اگه بخواد این گسترده تر بشه، تعداد مردم بیشتری بخوام بپیوندن به این تظاهرات ها و تعداد مردم بره بالا و تظاهرات ها گسترده تر و طولانی تر بشه در طولانی مدت، اصلا من فکر میکنم باید از سوریه یک سری آوار و یک سری بالاخره چیزای مون، ایران با خاک یکسان میشه. حداقل در سوریه ساختمون خراب کردن، یه سری آوارها مونده. اینجوری که دارن الان در تظاهرات ما میبینیم هیچی از ایران نمیمونه. و اینجا باید یقه آقایین رو بگیریم که میگن آقا جمهوری اسلامی برود ایران سوریه نمیشه، را یقهشونه گرفت و بگیر آقا این 48 ساعت اول سالی که نیکوز از بهارش پیداست. خب ما داریم میبینیم هنوز چی نشده، در 48 ساعت اول فیلم ها اومده بالا، مال 25 و 26 آبان فیلم ها اومده بالا و خیابونایی که این 1000 نفر 2000 نفری که در هر خیابون تظاهراتی تونستن انجام بدن برای ساعاتی یا برای دقایقی، حتی آثاری که ازش مونده تخریب و سوریه سازیه. این بحث بحثیه که ما داریم میبینیم و کسانی که در خارج از کشور تبلیغ دارن میکنن برای شورش در ایران، اینها در یک دادگاه عادلانه بین المللی مجرم هستن. برای همین هم هست عموم این افراد رو شما در فضای اینترنتی دارید میبینید که با آیدی های فیک دارن این کارو میکنن. اونایی هم که با آیدی فیک نمیکنن یا مثل بی بی سی، نه، دارن اینها تبلیغ خشونت در ایران انجام میدن، دارن تشویق میکنن با فیلم هایی که دارن پخش میکنن این تخریب. ببین با خوشحالی میگن آقا مثلا ما در شیراز 10 بیمارستان بیشتر سالم نمونده، همه رو زدیم، میگن بیمارستان بانک، 10 بانک بیشتر سالم نمونده، همه رو زدیم تخریب کردیم. خب این شما فردا چجوری، شما عدل این شورش ها، عدل این نوع سطح گسترده تخریب سازندگی میخواید در بیاری؟ و در کنار این من فقط تنها چیزی که خیلی برام مهمه اینه که بخش گارد جاویدان، بخش نظامی های ایران اقدام روحانی رو اصلا شوخی نگیرن. تمام این فتنه ها، تمام این اتفاقات در درجه اول زیر سر آقای روحانی است. حتی 24 ساعت قبل از این که نمایندگان مجلس ایران خبر داشته باشن که قرار قیمت بنزین بره بالا، برخی از عناصر در
اپوزیسیون ایران اینها خبر داشتن، عین رضا پهلوی، یعنی 24 سال قبل رضا پهلوی بهش گفته بودن آماده کن خودتو برای بیانیه دادن و همه اینا آماده بودن و بخش اطلاعات سپاه باید پیگیری کنه چگونه برنامه‌ای که دولت گرین کارتی ایران برای بالا و افزایش قیمت بنزین داشته، چگونه برخی از چهره‌ها در اپوزیسیون حداقل همچون رضا دیبا خبر داشتن این قضیه رو. این مسئله چون هیچکی خبر نداشته، اینا یک دفعه اومدن در بخش شبانگاهی اخبار صدا و سیما گفتن آقا فردا بنزین میره بالا. چگونه قبلش رضا دیبا خبر داشته و در عرض چند ساعت ایشون بیانیهش آماده میکنه منتشر میکنه؟ اطلاع دقیق دارم تو این زمینه. به هر روی دمتون گرم. کانال رودست در اینستا بسته شده آقای امید؟ نه، اون کانال خود من شخصی قبلا بسته شده و حالا تا این لحظه که با تو صحبت میکردم کانالام همه هست، ولی عموم برنامه‌هامو از این به بعد لایوامو در این کانال صحبت میکنم. به هر روی زنده باشید، قربونتون برم، شب و روزگار خوش، پاینده ایران.